نشر ناکجا هستیم از پاریس و دفترهای پیش رو بعد از اتفاقاتی که توی ایران افتاد، جنبش زن زندگی آزادی، ما تصمیم گرفتیم یه مجله منتشر کنیم که روز به روز بنویسیم داره توی ایران چه اتفاقاتی میفته. ما تصمیم گرفتیم این مجله رو منتشر کنیم، مثل خاطرات، مثل روزنگار میمونه. هر روز نوشتیم که از روزی که مهسا امینی اومد تهران شروع کردیم و نوشتیم که داره روز به روز توی ایران چه اتفاقی میفته. این مجله به 3 زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر شده و توی مجله یه سری مقاله تحلیلی هست با نویسندگان داخل ایران و خارج از ایران. ما همکاری داشتیم، خب نویسندگان داخل ایران به خاطر محدودیتی که هست ما اسمشون رو مخفی گذاشتیم، مستعار گذاشتیم. این مجله از شهریور شروع شد تا بهمن ادامه پیدا کرد تا شماره 4 که مربوط میشد به فرهاد میثمی که اعتصاب غذا کرده بود. بعد از اون در حین حالا منتشر کردن این مجله 2 تا ویژه‌نامه داشتیم، ویژه‌نامه کاریکاتورهای مانانیستانی که در اون زمان هر کاریکاتوری که کشیده بودن در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی توی این شماره هست، میتونین ببینین. مجله عکس هم عکسایی هست که توی جنبش زن زندگی آزادی توی ایران اتفاقاتی که افتاد توش هست، توی جهان هر اتفاقی که افتاد، هر عکسی که وایرال شد و عکس تاثیرگذاری بود توی این مجله میتونین ببینین. و یه سری عکسی که حالا خب عکاسان آزاد دیگه گرفتن و توی با ما همکاری کردن توی این مجله. این کتاب من در واقع حاصل یه دوره کوتاه از کار روی این سوژه فلامنکو نیست. واقعا من میتونم بگم در طول 35 سال گذشته از وقتی فیلم ماکولی هستیم رو ساختم تا الان به طور پیوسته با موسیقی فلامنکو سر کار دارم. ترانه های کولیا سه همه ترانه های روستایی ساده از زندگی معمولی خودشونه، خیلی با زبون ساده است و تماشون هم همینجوره. من یاد مازندرانی که خودم مازندرانی هستم گفتم میندازه برای اینه. واقعا این حس رو دارم، انگار که تو کوپای های شمال یکی داره، یه چوپونی داره کتولی میخونه مثلا. این حس رو دارم موقعی که خوز مرسه با اون صدای گیراش و چیزش گرفتش میخونه. اینی که یه حس نزدیکی اینجوری دارم. من فکر میکنم همه موسیقی های محلی ها خیلی از این نظر به هم نزدیکن، چون از طبیعت زندگی آدم ها میاد دیگه. تو شمال ایران همینه، تو دوندم آفریقا همینه، تو هیچ چیز از بیرون توش نداره. مستقیم واکنش موسیقیایی زندگی روزمره. هر موقع که به هر حال مسئله خصوصیاسی اجتماعی تو زندگیم پیش میمده، اینا رو برای خودم مینوشتم. هیچ وقتم به این فکر نبودم که روزی اینا رو منتشر میکنم. خب این مسائل 2 قسمت داشت. یکی مسائل زندگی سیاسی داشتم، زندگی سیاسی فعال داشتم تو ایران که بودم، و خب به خاطر همین عواقب این زندگی سیاسی و این که در لحظه دیگه امکان ادامه تحصیل برام نبود، در حالی که من 6-7 ماه بیشتر نمونده بود که پایان تحصیل پزشکی رو تو ایران تموم کنم، مجبور شدم ترک بکنم دانشگاه را و بعدم کشور را ترک کنم. به هر حال با یک افراد دیگه، با یک فرهنگ دیگه ما روبرو، و این فرهنگ برای ما ناآشنا بود و بعضی موقع برای خود من شگفت‌آور بود. به خاطر همینم عنوان کتاب نگاهی به مرگ و زندگی، واقعا مرگ و زندگی دیدم در چشمان، به هر حال ما الان بهشون بگیم، کسانی که فرهنگ دیگه ای داشتن و دارن به جز از ما، هلندی ها یه دنیای دیگه ای بود. طبیعی که در ایران حاکم بوده بر ذهن ما به نگرش قبول یا قبول نکردن مسئله مرگ و استفاده از زندگی اون شکلی که به هر حال مفهومش توی دنیای دیگه ای وجود داره حتما تأثیر داشته. من اگه بخوام خیلی خلاصه بکنم، در یکی از نوشته‌هام هم نوشتم، من اینو چیز کردم، یعنی مقایسه کردم مثل یه ماراتونی که یک نفری که ماراتون میدوه و به کیلومترهای
39-40 ماراتون میرسه، 2-3 کیلومتر بیشتر نمونده، بسیار خسته و کوفته هست و دوست داره به پایان خط برسه. تصورش میکنیم که یک نفر میاد به این فرد میگه که در پایان، در موقعی که به فینیش میرسی، تو مورد حمله قرار میگیری، به یک کتک مفصلی میخوری. خب این فرد در این حال دوست داره به خط پایان برسه و در این حال وحشت داره از رسیدن به خط پایان، و این وحشت و استرابی که وجود داره نمیذارش که در مورد مرگ درست تصمیم گیری بکنه. و من فکر میکنم اون تجربیات خیلی بدی که از تو خاطرهای ما وارد شده از مرگ، ما رو به این نقطه رسونده. وگرنه اینایی که توی هلند هستم واقعا اینقدر من دیدم مرگو راحت انتخاب میکنن، و برای من شگفت‌آوره که کسایی که اینقدر زندگی رو دوست دارن چطوری اینقدر مرگو راحت انتخاب میکنن.